هنوز که هنوز عاشق ابی هستن و موسیقیش رو دوست دارم، خودش رو دوست دارم، شخصیتش رو دوست دارم، خانوادهش همه گل هستن. برای من واقعا بعد از 20 سال دوستی ثابت شده که با آقای ابی و خیلی دیگر از هنرمندانی که اینجا هستن که واقعا میدونم انسانهای خیلی خوبی هستن. ولی چند وقت پیش که برنامه کنسرت داشتم، خب خود من که نرفتم ولی دعوتم بودم، ردیف دوم هم اتفاقا دو تا بلیت داشتیم و فرشید عزیز لطف کرده بودن و آقای مسعود جمالی و بقیه، ولی خدمتتون عرض کنم که من نرفتم. نه اینکه فکر میکنم نباید آقای ابی کنسرت میداشتن، اتفاقا حتما باید ایشون کنسرتشون نگه میداشتن، ولی من در تظاهراتی که اونجا بود ای کاش که به یاد داشتم که این رو به فرشید میگفتم، به آقای ابی عزیز میگفتم. آقای ابی و فرشید نازنین انقدر برنامه‌هاشون زیبا هستش، انقدر زحمت میکشن. واقعا قبل از برنامه من میدونم بالای 6-7000 نفر بلیت فروخته بودن، یعنی واقعا فروخته بودن اینا و سالن 14000-15000 نفر جا میگرفت و من فکر کنم در روز تظاهرات ای کاش من به یاد داشتم که این رو میگفتم و مطمئنم فرشیدم حتما این کار رو استقبال میکرد، آقای ابی هم استقبال میکردن. ای کاش که ما اون روز اعلام کرده بودند که همه کسانی که در تظاهرات هستن همه دیگه از ساعت 5-4 به بعد که دیگه بلیت که اصلا دیگه فروخته نمیشد بیان و همه کسایی که در اون تظاهرات بودن میمدن. اون سالن 14000، سالن بسکتبال لیکرز بوده یک زمانی، 14-15000 نفر جا میگرفته. ای کاش که همه رو دعوت میکردن اونجا و تمامی کنسرت ها باید اتفاقا انجام بشه، ولی باید شکل شمایلی باشه که همین شکل شمایلی که آقای ابی انجام دادن واقعا به صورت یک حماسه ملی شده بود، هیچ اشکالی هم نداره. اینا زحمت کشیده بودن، فرشید و آقای ابی و همکارانشون، دوست دستاندارکان، اینا زحمت کشیده بودن، از قبل رفته بودن سالن گرفته بودن، دپازیت داده بودن. خیلی ها بود که اون شب قرار بود کار بکنن، حالا چه ایرانیش چه غیر ایرانیش، و نگه داشتن اون تاریخ اون کنسرت اتفاقا خیلی هم صحیح بود. ولی وقتی که دیگه رسید به جایی که اون روز تظاهرات که حدود 30000 نفر توی دانتان بودن، ای کاش که من حواسم بود، ای کاش که فرشید حواسش بود، آقای ابی حواسم بود و همه رو دعوت می‌کردن که همه کسایی که اونجا هستن حالا برن بدون، درها باز می‌شد، درها رو باز می‌کردن. حالا کسایی که بلیت خریده بودن من فکر نمی‌کنم ناراحت می‌شدن، گفتم ما بلیت خریدیم اینا بلیت نخریدن، کسی کار به این چیزا نداره. اگر هم کسی همچین فکری داره اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه کسی اینقدر کوتاه فکر بشه بگه چون من بلیت خریدم بقیه هم باید می‌خریدن، نه، اگر که شما بلیت خریدید فن آقای ابی بودید، خریدید، خیلی هم دمتون گرم، لذت هم بردید. ولی از این به بعد من فکر کنم کنسرت هایی که هستش اگر واقعا تا روز برنامه یا دو روز، یه روز قبل از برنامه هر چی که بلیت فروخته شده اشکالی نداره فروخته بشه، روز برنامه در رو باز بکنین، بذارین سالن های 10000 نفره 15000 نفره پر بشه، استفاده بکنین از این مسئله برای یک حماسه ملی و اینکه مردم هم صدا بشن با هموطنانشون و اون زیبایی استیج، اون موزیکی که هست، سان سیستمی که هست میتونه انعکاس زیباتری رو بده، یک حرکت خیلی زیبای کنترل شده میتونه باشه و نذارید هیچ سالونی حتی یک دونه صندلیش خالی بمونه، تمام صندلیا پر بشه، از این کنسرت ها استفاده بشه برای رسوندن صدای مردم ایران به جهان و به همچنین به خود مملکت ما و دست اندرکاران.